با سلام و درود خدمت همه هموطنان بسیار عزیزم و خوشحالی از اینی که دعوت تلویزیون ایران فردا رو با خوشحالی قبول کردم در لندن دفتر اصلی و در پاریس دفتری که آقای محمد رضا شاهید مسئولیتش رو به عهده دارم. در حال دلیل این که من در این تلویزیون میخوام صحبت هم رو مطرح بکنم یک نگاه مشخص خودمه، به این معنا که همونطوری که میدونید من بحث امروز و فردای ایران مطرح میکنم و کمتر دیدم در این نزدیک به 50 تلویزیونی که وجود داره همش بحث دیروز و گذشته است، نه برای فردا. البته نه به این معنا که ارزش نداره دیروز و امروز، مسلماً با ارزشه، ولی من به هر حال بحثم و نگاهم همیشه امروز و فرداست، چون نگرانی هامو در فردای ایران میبینم. اجازه بدید که برای این که بخوام اولین برخوردی رو که بحثی رو که در این تلویزیون دارم آغاز بکنم، یک چند صفحه‌ای از یکی از کتاب‌های خودم که عنوانش هست دلم شور می‌زند رو مطرح بکنم و امیدوار باشم که با این شکل از برخوردی که برای اولین برنامه هست شاید یک سری آشنایی‌ها با تفکری که من دارم بیشتر باشه. من توی این کتابی که ملاحظه میکنید عنوانش هست دلم شور میزند، یک بحثی رو مطرح کردم و مقدمه ای رو تحت عنوان این که دلم شور میزند برای بچه هایی که امروز به دنیا میایند و وحشت میکنم که آنها هم به سرنوشت پیچیده جوانان و نوجوانان امروز دچار شوند و امروز و فردای تاریکی داشته باشند. آنها گناهی ندارند جز این که در دنیای تاریکی و وحشت جمهوری اسلامی متولد شده اند. دلم شور میزند برای اون بچه هایی که دوران بچگی نداشتند و امروز با وحشت آورترین بدبختی ها دست به گریبانند. دلم شور میزند برای آن کودکانی که نخستین بازی هایشان در دامان فقر و بدبختی و اعتیاد و با حقه و وافور بود. دلم شور میزند برای اون بچه های کوچولویی که در همین دوره خودشونم معتاد شدن. دلم شور میزنه برای اون بچه هایی که برای تامین نیازهای حد اقل پدر و مادرهای معتادشون به فروش میرسند. دلم شور میزند برای اون طفلکی هایم که برای نیازهای اولیه مجبور به گدایی کردن و پول درآوردن میشن. دلم شور میزند برای اون بچه های کوچولویی که برای به دست آوردن مبلغی ناچیز مورد تجاوزی وحشیانه، سبعانه و حیوانی قرار میگیرن. دلم شور میزنه برای اون بچه هایکم که قدرت کوچکترین اعتراضی ندارند و مجبورند تحمل کنند هر آنچه به سرشان میآید. دلم شور میزند که باز هم فردایشان هم به مانند امروز با بی‌هویتی و حقارت است. دلم شور میزند که هیچ مأمن و مأوایی ندارند، هیچ پناهگاهی و هیچ مرجعی برای شکایت ندارند و حتی پیش پدر و مادرهاشون. دلم شور میزند که از فردای اولین تجربه خود با ترس و وحشت و خجالت ولی با اجبار به همان کارهایی تن میدهند و آن نحو زندگی را به عادتی برای همه زندگیشان تبدیل میکنند. دلم شور میزند برای بچه هایی که مرحله به مرحله برای رام بودن و دم بر نیاوردن در همان کودکی معتاد میشوند و به همان فاجعه ای که نامش را زندگی میگذارند راضی میشوند. دلم شور میزند که پس از آن در باندهای تبهکاری عامل دزدی و قاچاق و همه نوع سوء استفاده قرار میگیرند. دلم شور میزند که چندی نمیگذرد و همون دوران کودکی
در همون دوران کودکی به زندان می روند و در زندان هم همبندهای دزدان و قاچاقچیان و اگر دخترکان کوچکی باشند با فاحشه هایی که خود چنین سرنوشتی را طی کردند در یک مکان و یک سلول به سر خواهند برد. دلم شور می زند برای آنهایی که هیچ گناهی ندارند جز این که در این دوران سیاه و وحشت متولد شدند. دلم شور می زند که در زندان زندانیان بزرگسال با آنان چگونه رفتار می کنند، همان گونه که در همه زندانها بزرگسالان با خردسالان رفتار می کنند. دلم شور می زند که در اولین قدم آزادی از زندان راه آیندهشان چگونه ترسیم می شود. دلم شور می زند که در خانه های سبز و ریحانه و دیگر خانه ها مسئولین بلند پایه حکومت به جای حمایت چگونه آنها را مورد سوء استفاده و تجاوز قرار می دهند. دلم شور می زند که آنها را بدین شکل بی هویت و بی آینده می بینند. دلم شور می زند که پس از تحمل تمامی این بدبختی ها و بی هویتی ها دیگر جایی در خانه خود هم ندارند و در اولین وهله اقدام به فرار می کنند. دلم شور می زند که آنها نوجوانانی شده اند که جز تاریکی و سیاهی و وحشت لحظه به لحظه هیچ چیزی را در مقابل خود نمی بینند. دلم شور می زند که از این مرحله به بعد هم حکومت جمهوری اسلامی به آنان صفت و لقب می دهد و آنان را اراذل و اوباش و لاابالی و فاحشه و غیره خطاب می کند. دلم شور می زند برای بچه هایی که همگی ولگرد و جیببر و کیفزن و فاحشه و قاتل و قاچاقچی نام می گیرند و در نهایت با محکوم کردن آدم به اعدام به زندگی تلخشان پایان می دهند. به من جواب دهید، آیا شما دلتان شور نمی زند؟ بدون تردید شما هم دلتان مثل من شور می زند. شما هم دلتان شور می زند برای اون دخترکانی که به شیخ نشین ها برده می شوند. چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد و در ازای بردنشان به آنجاها اگر زنده بازگردند چه تعدادشان، چه انسانهای خالی شده و چه میزان افسردگی و تا چه میزان خودکشی. و در آن سویش آن پسرکهایی که در عنفوان نوجوانی در گوش و کنار کوچه ها و خیابان ها و در زندان ها چه آیندهی که پیش رویشان قرار نخواهد گرفت. دلم شور میزند برای آن جانبازانی که با اعتماد به این رژیم و برای آزادی ایران تمامی زندگی و سلامت خود را گذاشتند و امروز جز برای نمایش مورد استفاده دیگری ندارند. دلم شور می زند برای تمامی آنهایی که در اثر بیکفایتی های این رژیم امروز زندگی باختند و ناامیدی مطلق نیز زندگیشان را به باد داده است. فراموش نکنیم که تمامی اینها هموطنان من و شما هستند. دلم شور می‌زند برای نسلی که ارزش‌هایش به ضد ارزش تبدیل شد و به ناچار دروغگویی و تزویر و تظاهر ابراز بقا و پیشرفت و موفقیت و صداقت و پاکی را از دست داده است. و در نهایت هم دلم شور می‌زند که آینده چنین جامعه‌ای چگونه خواهد شد و بازسازی آن چگونه باید باشد. دلشوره داشتن همزاد زندگی من شده است. بیایید و با هم لحظه چشمهای من را ببندیم، با هم مجسم کنیم که سرنوشت این نسل تحت حاکمیت رژیم سیاه جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. اگر ببینید که گروهی به جوانی نرسیده خودکشی و خودسوزی می کنند، گروهی از همین جوانان و امیدهای فردای من در گوشه زندانها روزگار می گذرانند و گروهی اعدام می شوند و بقیه هم به مثابه تمامی خلافهای دنیا از مسئولین این رژیم نجات پیدا نخواهند کرد، بیاد این باشیم که تردید نداشته باشیم که شما هم بیشتر از من دلتان شور خواهد زد. من مطمئن هستم. این بحثی رو که مطلبی رو که براتون خوندم گوشه ای از این مقدمه این کتاب دلم شور میزند و اونهایی که خب این رو این نگاه من رو در رادیو تلویزیون های دیگه دیدند
که خوشحالم که یک آشنایی مختصری به من دارن. من در همه جایی که حرفم رو بتونم بزنم و سانسور نشه خوشحالم که این رو ادامه بدم. خوشحالم که به همه هموطنان عزیزم این مسئله رو یادآوری بکنم که ما ناگزیر باید که اگر بحث انسانیت میکنیم دلشوره هامون رو داشته باشیم، اگر دلشوره داریم به فکر این باشیم که چگونه باید در این راه قدمی برداریم که هم دلشوره های خودمون رو تخفیف بدیم، هم تسکینی برای امروزمون باشیم، هم برنامه هایی برای فردامون داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم. Oh, oh, oh.